هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز به آنجا رویم جملک آن شهر ماست. خود ز ملک برتریم و از ملک افزونتریم، زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف نهم به مکتب هادی. برنامه خودتان خوش آمدید. دوستان عزیز، به جلسه 26 رسیدیم. عنوان درس امروز ما عظمت و بزرگی جهان است، نوشته از مورخ، پزشک و فیلسوف نامی آلمانی تحت عنوان فریدریش شیلر. در ادامه در حوزه دستور زبان ما و شما آشنا می شویم با یک جمله جدیدی تحت عنوان جمله ناقص. شاگردای عزیز، در فضای مجازی ما را دنبال بکنید. آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما خوبان هستیم. 20964-780-255-4013 آماده دریافت پیشنهادات شاگردان عزیز مکتب حادیست. عزیزان، قبل از اینکه برگردیم حتما خطاب شما بدم، درس هایتان را خوب گوش بدهید. جلسه امروز یک جلسه کاملا ادبی است. برویم برمیگردیم. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه وارد درس نو شویم، درس جدید را قبل از اینکه باز بکنیم با هم بخوانیم. کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم. در جلسه قبل گفته بودیم که جمله تام را تعریف کنید و مثال بزنید. ابتدا بگویید که جمله تام چیست و برای روشن‌تر شدن این مفهوم مثالی بزنید تا بدانیم که این مسئله و این موضوع را کاملا فهمیدید. خب در ابتدا یک جمله را تعریف میکنیم. میگوییم که جمله تام جمله است که نوعی جمله ساده است و یک مطلب را به صورت کامل و تمام بیان می کند. بله، پس جمله تام چیه شاید عزیز؟ جمله تام جمله ای است که از نوعی جمله ساده محسوب میشه. پس بیان کننده جمله ساده است، نه جمله دیگر، نه جمله مرکب است، نه جمله در واقع غیر اون جمله معترضه، بلکه یک جمله ساده است که یک مطلب را به چه شکل بیان میکند؟ به صورت کاملا تام و تمام بیان میکند. وقتی که یک نفری، یک شنونده یک جمله را از مخاطب خود دریافت میکند یک جمله تام، بعد او سکوت میکند و هیچ گونه سوالی برایش پیش نمیآید. این نوع جمله را تحت عنوان جمله تام میگوییم. حال جمله تام دو نوع است به لحاظ اشکال. میگوییم جمله تام یا جمله است مثبت و یا هم جمله است منفی. جمله تام مثبت جمله است که فعلش مثبت باشد. مثبت بودن و منفی بودن جمله تام شاید عزیز به چیست؟ به فعلش.
می باشد. اگر فعل انتهایش مثبت است پس جمله تام هم مثبت است. اگر فعل جمله ما منفی است یعنی جمله تام ما هم منفی است. خب می گوییم برای مثبت مثلا من به والدینم احترام می گذارم. یک جمله چیه دوستان؟ یک جمله مثبت تام است. چرا؟ چون فعلش که می گذارم هست مثبت شده. اگر خدایی نکردم می گفتی من به والدینم احترام نمی گذارم اون می شد از نوع منفی. حال برای یک منفی، برای یک جمله تام منفی مثال می زنیم. چه می گوییم دوستان؟ من بدون اجازه معلم از صنف خارج نمی شوم. بله نگاه کنید، من بدون اجازه معلم از صنف خارج نمی شوم. این جمله منفی است. چرا؟ چون خارج نمی شوم که در واقع فعل جمله شما باشد فعلی است منفی. پس جمله تام یک جمله است که از نوع جمله های ساده به شمار می رود و بیان کننده یک معنا و مفهوم کامل و تمامی است. وقتی که شنونده چنین جمله ای را از مخاطب خود می شنود یسه و سکوت است، سکوت می کند، هیچ گونه سوالی برایش پیش نمی آید. دو نوع است، یا جمله در واقع تام ما جمله مثبت است و یا هم منفی است. مثالش رو ذکر کردیم برای شما شاگرد عزیز. خب شاگردای عزیز، درس جدید و درس نو را با هم بررسی میکنیم. درس امروز ما عنوانش عظمت و بزرگی جهان است. میخواهیم یک متن را در مورد عظمت و بزرگی دنیا و این جهان از یک فیلسوف، مورخ، پزشک و در واقع نویسنده شهیر آلمانی در قرن 19 بررسی بکنیم. یوهان فریدریش شیلر در واقع این نویسنده بزرگ است که میخواهیم اثر ایشان را با هم دیگر متن خوانی کنیم و مرور کنیم. قبل از اینکه در واقع متن را بخوانیم یک توضیحات پیرامون درس ارائه میکنیم. میگوییم که خداوند بزرگ جهانی بزرگ را آفریده است. خداوند خود بزرگ است و جهانی به این بزرگی را خلق کرده است که این جهان برای دیدن، برای مشاهده ما انسانها خلق شده. و خداوند خود میگوید در قرآن کریم که در زمین من بروید، مسافرت کنید، مهاجرت کنید، بشرخید و سپس تفکر کنید. تفکر در مورد چی؟ در مورد این که خداوند چقدر خالق بزرگی است که دنیایی به این وسعت، به این زیبایی و به این بزرگی را خلق کرده است. ما باید تا حد توان به سیر و مشاهده و تسخیر کائنات بپردازیم. تا جایی که امکان دارد، تا جایی که توانش را داریم، قادر هستیم، دنیا را باید بگردیم. چرا؟ چون وقتی دنیا را بگردیم، کائنات را بگردیم، متوجه میشیم که این دنیا دنیای بسیار پهناوری است و انسانی که احساس تکبر میکند و خود را در واقع به عنوان یک انسان همه چیز دان میداند، وقتی که سیر میکند، سیاحت میکند و دنیا را خوب خوب میگردد، متوجه میشود که در برابر این دنیا انسان ذره بیش نیست، آن هم ذره ناچیزی بیش نیست، که در واقع این نشان عظمت دنیا و به طور کل نشان عظمت قادری توانا به نام خداوند متعال است. یا به قول مولانا جلال الدین محمد بلخی، ای شاعر، نویسنده و خطیب بزرگ در واقع وطنی خودمان، که ای ابیات را در این مورد بیان میکند: من طریق سعی می آرم بجا، لیس للانسان الا ما سعا، دامن مقصود اگر آرم بکف، از غم و اندوه مانم برطرف، ور نشد از جهد کار من تمام،
من در آن معذور باشم و سلام. نگاه کنید چقدر زیبا میگوید ایشان، میگوید که وقت طریق به معنای راه، به معنای روش، به معنای راه. میگوید وقتی که من راه و روش تلاش و کوشش را به جا می آورم، چرا؟ چون خداوند در قرآن گفته لیس للانسان ما الا ما سعا، هیچ چیزی بر انسان نیست مگر با سعی و تلاشی که انسان میتواند او چیز را به دست آورد. و تا زمانی که انسان توانایی دارد باید در راه‌های مختلف، در مکان‌های مختلف برود، بگردد، سیر و سیاحت کند و نشانه‌ها و علائم خلقت خداوند را خوب ببیند و ایمانش به خداوند تبارک و تعالی قرص‌تر شود. و اگر این توانایی نداشتین و اگر جهد نتوانستین، این سیر و سیاحت و گردش دنیا از در واقع تکلیف شما خارج بود، هیچ گونه عذری در پیشگاه خداوند ندارید. پس برای او آدم ها چنین چیزی باید تمام شده باشد، اگرچه برای انسان هایی که در واقع خود را به این راه زدن با کسی که در واقع در این راه قدم برمی دارد تفاوت های زیادی است. یکی انسان است که تمام عزم خود را جزم می کند در این راه، یکی انسان است که در واقع توجیهاتی می آورد، دلایلی می آورد که در واقع قدم در این راه نگذارد. پس بین این دو نوع انسان کاملا دنیایی تفاوت وجود دارد. حالا دوستان میاییم ما و شما متنی از کتاب در واقع عظمت و بزرگی دنیا را از این نویسنده مورخ و طبیب و شاعر بزرگ قرن 19 که متعلق به کشور آلمان است، یعنی یوهان فریدریش شیلر، متنشون رو بخوانیم و ببینیم که ایشان با چه کلمات بسیار زیبا و طوفانی و زیبنده‌ای عظمت و بزرگی این دنیا و خالق آن را ستایش میکند. دلم میخواهد بر بالهای باد بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان از میان ظلمت و آشفتگی پدید آورده زیر پا بگذارم، تا مگر روزی به پایان این دریای بیکران برسم و به آن سرزمین که خداوند سرحد جهان خلقتش قرار داده فرود آیم. از همکنون در این سفر دور و دراز ستارگان را با درخشندگی جاودانی می‌بینم که راه هزاران ساله را در دل افلاک می‌پیمایند تا به سرزمین نهایی سفر خود برسند. اما بدین اکتفا نمی کنم و همچنان بالا می روم و بدانجا می رسم که دیگر ستارگان فلک را در آن راهی نیست. دلیرانه پا در قلمرو بی پایان ظلمت و خاموشی می گذارم و به چابکی نور شتابان از آن می گذرم. ناگهان وارد دنیای تازه‌ای می شوم که در آسمان آن ابرها در حرکت است و در زمینش رودخانه ها به سوی دریاها جریان دارند. در یک جاده خلوت رهگذری به من نزدیک می شود و می پرسد ای مسافر بیست، با چنین شتاب کجا می روی؟ می گویم به سوی آخرت، به سوی آخر دنیا سفر می کنم. می خواهم بدانجا بروم که خداوند آن را سرحد دنیای خلقت خود قرار داده است و دیگر در آن زی حیاتی نفس نمی کشد. می گوید اوه بیست، بیهوده رنج سفر را برخیش هموار مکن، مگر نمیدانی که میخواهی به عالم بی پایان و بیکران قدم گذاری؟ ای فکر دور پرداز من، بالهای عقاب آسایت را از پرواز بازدار و تو ای کشی تندروی خیال من، همینجا لنگر انداز، زیرا تا
تو را بیش از این اجازه سفر نیست. خب شاگردای عزیز و گرامی، بخش دوم در حوزه دستور زبان و آشنایی ما و شما با یک جمله دیگر تحت عنوان جمله ناقصه. در ابتدای جلسه امروز با جمله تام آشنا شدیم. گفتیم جمله تام نوعی جمله بسیط است، نوعی جمله ساده است که معنای کامل و تمامی را به شنونده منتقل میکند. نقطه مقابل جمله تام دوستان جمله ناقص است. جمله ناقص در تعریفش میشود جمله است که معنایش تمام نباشد. در حالی که جمله تام معنایش تمام بود، معنایش کامل بود، معنای کاملا و بدون در واقع سوالی را به مخاطب منتقل میکرد، ولی جمله ناقص جمله است که معنایش تمام نیست، معنایش کامل نیست. به عبارت دیگر جمله در واقع جمله ناقص جمله ساده است که به تنهایی مفهوم روشن و رسایی ندارد. پس نیاز دارد جمله در واقع ناقص ما به یک جزء دیگری که معنایش کامل شود. به بار دیگر جمله ناقص مانند جمله کامل از نوع جمله چیه دوستان؟ ساده است. یه اشتراک بین جمله ناقص و جمله تام، ولی اختلافش در این است که در جمله تام معنا کامل است، در حالی که در جمله ناقص معنا کامل نیست و روشن و در واقع رسا نمی باشد. خب حالا اگر بخوایم برای شما در قالب مثال جمله ناقص را بیان کنیم دوستان، این گونه می شود. خب دو جمله برای شما آورده ایم. جمله اول میگوید به درماندگان یاری کن تا خدا یار و مددکارت باشد. این یک جمله است که دوستان از دو جز تشکیل شده. در واقع ما این عبارت رو از دو جز تشکیل دادیم. یک، به درماندگان یاری کن، اینجا میشود در واقع اصل جمله ما، اصل چیزی که از شما خواسته ایم، و در واقع جمله ناقص ماست به درماندگان یاری کن تا. وقتی تا میآیند یعنی چی؟ یعنی جمله ناقص است. جمله به این نیاز دارد که یک عبارتی، یک مفهومی در کنارش اضافه شود و معنایش را کامل کند. خب جمله که در واقع تکمیل کننده جمله ناقص است تحت عنوان جمله مکمل ما از او یاد میکنیم. حال جمله مکمل همین عبارت چیه؟ تا خدا یار و مددکارت باشد. خداوند یار و مددکارت باشد می شود مکمل جمله ناقص ما که به درماندگان یاری کن. یا یک عبارت دیگر را اگر بخوایم برای شما مثال بزنیم شاگردان عزیز، این گونه می شود جمله مکمل اگر اجازه دهند، این می شود چی؟ جمله مکمل ما، اگر اجازه دهند هفته بعد به مسافرت خواهم رفت. این می شود جمله ناقص شما. خب هفته بعد به مسافرت خواهم رفت به چه شرطی؟ به این شرط که در واقع یک جمله مکملی داشته باشید. این جمله مکمل این عبارت چیه؟ اگر اجازه دهند. پس جمله مکمل جمله است که به معنای تام و معنای کامل نمیپردازد، بلکه یک جمله ساده است که معنایش ناقص است و مفهوم رسا و کامل را منتقل نمی کند. برای تکمیل خود جمله ناقص به جمله مکمل نیازمند و محتاج است. خب کار خانگی جلسه آینده شما متناسب با جمله ناقص دوستان است که جمله ناقص را تعریف کنید و مثال بزنید. اگرچه اینجا جمله تام برای شما گفته، ولی مقصود و منظور ما دوستان در اینجا جمله ناقص است. جمله ناقص را تعریف کنید و مثال بزنید. خب شاگردای عزیز صنف نهم، در پایان جلسه 26 از مضمون ادبیات دری رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروز مورد استقبال و نظر شما قرار گرفته باشه. دوستای عزیز، شاگردای محترم در فضای مجازی همواره همراه و پیش قدم ما باشید. نمبر ارتباطی ما با شما 20964-780-255-4013 آماده دریافت نظرات شما عزیزان است. عزیزان جان، تا جلسه دیگر و دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.